خدمت خودت آقای فروتن، آقای سلطانی گرامی و 259 نفری که در لایف هستم، 61 نفر. ببینین، من از ولایت بلخ هستم و ضمن از اینکه از ولایت بلخ هستم، در کنار استاد بزرگوار سالها بودیم، کار کردیم. از موترهای زرهی خودشان شروع، اما دو نوع موتره که سپید و سیاه بود که از هر کدامش پنج جراده بود، از اونا شروع تا موترهای عودیشان تا همه موترهایشان برای من معلوم است که کدام نوع موترها را اونا سوار می شد، کدام نوع موترها مربوط استاد بودن. یکی در قدم اول امی موترها اصلا اون مدل موترهای نیست که استاد سوار می شد. این موترها یک نوع موترهای بی مدل تو سی سیته برای دراز است و ضمناً اون موتر سپیدی که پلیت نداره او را هم که بیرون کشیدن از داخل امی صوفا. موترهای استاد در دور مقام ولایت همگیشان پلیت 111 داشت و بعد از مقام ولایت همگیشان 222 بود پلیت هایشان. ایج اصلا هم اون موتر سپیدی را هم که اینا بالا کردن، یک بی مدل هم گرچه مدل های سابق هست، اما پلیت قطع نداره. یک مسئله دیگه که قابل یادآوری است، این موترا اصلا قطعا من فکر میکنم در شمال اینمی اتفاق نفتیده، به خاطر که با کسایی که من در درون مزار شریف در ارتباط هستم، در بندر حیرتان در ارتباط هستم، همگی همو دوستای ما گفتن چونین گپی در اینجا شکل نگرفته. قطعا ما اصلا گفتن شاهدش نیستیم که در درون مزار شریف یا اطراف عمومی مزار شریف و یا هم در ریگای حیرتان، زمین که زمین ریگی نیست، خاکی است و ساحه حیرتان کلا ریگ است، قطعا در اون ساحات اتفاق نفتیده، چون تاسیسات نفتی و بعض کارهای تجاری و شرکت ابراهیم زاده گروپ بیشتر در حیرتان بود و اگر میگفتیم که ایره در حیرتان این کار کرده، این گیریم که متعلق به آقای عباس ابراهیم زاده است. ما در ابتدا در روز اول و دوم همون تا حدس می زدم که موترهای آقای عباس ابراهیم زاده شاید باشن، به خاطر که امین و موترها اونا هم داشتن و برادر شهید اشرف رمضان، آقای احمد شاه رمضان سناتور، اونا هم از این مدل موتر داشتن. اما اتفاقا با دوستایم که در ابراهیم زاده گروپ کار میکردن، با اونا که تماس گرفتم گفتن نه، دروغ است دیگه، مربوط عباس ابراهیم زاده هم نیست و مربوط استاد خو قطعا نبود، به خاطر که استاد موترهای سیاه خود در سر پل آمو همونطور رها کده رفت که حتی امو طرف امو موترها همونطور یک پشت خود هم ندید که همین موتر است یا کدام گفته مردم کراچی. هیچ اصلا در استاد قدر استاد یک آدم با همت است که او چیزا اصلا ارزش برش نداره. چند پیش در یک از صحبتایش گفت برامو مجری برنامه، گفت اگر شما بگوین که من دلبستگی در او ساختمان و جایداد و یکپا دارم، تمام جایدادهای من را شناسایی کنین، هم میشه اگر میفروشین بفروشین و اگر نمیفروشین من بگذارین انفجار بتین. یعنی که گفت هم اگیش صدقه سر ملت و مردمو. استاد اصلا هیچ گاهی این چیزا موتر و گپا در نظر از اون نمیه و بازی نو موترهای رشخند او سوار نمیشد. ای که امروز برچسب میزنن، اینا میخواین که شخصیت های جهادی و سیاسی ما را که از بطن جامعه بلند شده اند و بیس مردمی دارند، اینا به نوع ترور شخصیت کنن و در بین مردم از محبوبیت از اونا باور خود از اینا که بکاهن، در صورتی که ممکن نیست، به خاطر که استاد تا محمد نور، مارشال دوستو، استاد محقق، همگی از اینا از درون اینمی اجتماع قد بلند کرده و اینمی مردم شمال همگیشان با اینمی رهبرای سیاسیشان آمیخته هستن، با اینا آشنایی دارن، پلوان شریکی دارن، مرده و زنده شریکی دارن. هیچ گاهی اصلا دیدگاهی از اونا با این جف زدن های طالبا تغییر نمی کند دیدگاه مردم و هیچ گاه محبوبیت و محبت
استاد و دوستم و محقق و اینا در دل مردم کم نمیشه، ضمن از اینکه کم نمیشه بیشتر میشه. همگی کلا ما ده ها کس را تلفنی که امروز گپ زدیم، همگیشان همین مسائل خانه استاد که همش امروز پخش کردن میگفتن که خوب کرده نوش جانش خانه جور کرده برای خود، همین پول نبرده مثل طالبا در بانکای کراچی و در بانکای پاکستان پسنداز نکده، همگیش در منطقی خود خانه ساخته، خانه ساخته، خانهش در جایش است، اگر رفته هم پس دوباره بیایه اونمو خانهش است. آقای ما نیازاره سلام برسد دیگه، هیچ گاهی اصلا مردم ما در برابر از اینا در این گپا چی نمیشن، بی علاقه هم نمیشن و کم اخلاص و کم باور هم نمیشن. جای اصلا تأسفی است که همی که میگن چون نهد بنیاد را میمار کچ تا سریا میرود دیوار کچ، بنیاد اصلا اینمی امارت در دروغ مانده شده، در نیرنگ و در فتنه مانده شده. اونمو رقمی که اونمو افت از 2007 به بعد که اینا در قطر مصروف اینمی ساختک و بافتک بودن پنهانی، اونمو رقم با غنی هم روابط داشتن، با کرزی هم روابط داشتن و حکومت هم که تسلیم شدن با اینمی چال و نیرنگ و دغل و ریا و دروغ تسلیم شدن، مردم هم که فریب دادن که ما اول قدرت با پوزش. آقای امان رمی یک کامنت را موبین گذاشته است، تو جنرال موبین طالب شما چک کنین، اگر موبین بود تصویر میداد بالا میاریم، نه غیر از اونی. با پوزش دوام بتین صحبت هایتان از ساشه وای بزرگوار. یعنی با اونمو نیستن اکاون از اونا فیک است، با اونمو دروغ گفتنهایشان اینا. حالا ببینین معادن ما را در چینایی ها در بای پیاز و کچالو میتن، چینایی ها میگن معادن اینمی قرارداد هایی را که در دور جمهوریت اونمو مردم هایی که حتی چقدر مملگر بودن اونمو جمهوریتی ها، اونمونا برای چینایی ها همین معادن ندادن در نرخ حتی بسیار بلند، اما اینا میدان بگرام هم معادن هم را در اختیار چینایی ها گذاشتن. چینایی ها چی میکنن؟ تمام سرکایتان هم ما قیر میکنیم، هر جایی که میگی قریجات بگو ما قیر میکنیم. ایت پیش از اونا قیر کردن و گپا معنا نداره، اونا قیر میکنن و اینا در یک تیر دو فاخته شکار میکنن. یک سو میخواید با اینمی کارایشان مشروعیت مردمی را پیدا کنن که انشالله نمیکنن به این صورت، میخواید مردم را فریب بدن که طالبا چقدر فعال است که کل دشتا را قیر کرده را استن، و یک سو تمام نقشه سرکار را ده هر یوتیوبری که میره از اون ساعت گزارش میگیره، مردم محل میگه نقشه سرک والا قبلا نیدیده کم آمده بود، دیره طالبه حال تغییر داده بود، نرزوز رو دوره داده برد، یعنی سر خانه ما آمد. خب اوسو که وقتی برد اما گیشه مثلا از چارای شهید یک سرک میزنه تا قصبه، تمام ساحه چی را ساحه قصبه را کل مردم تاجیک تبار هدف قرار میتن، زیر بلدوزر میکنه خانهایش، یک سو میکشن طرف دشت برچی طرف غرب کابل، همگی خانه های مردم ازاره را زیر بلدوزر میکنه. اینا فقط استهای اقوام دیگر را منهدم میکنه، متلاشی میکنه، به نام سرک میگه، هم دل مردم به دست میگه، مردم میگه آفرین طالبا چه خوب کار کرده رئیس، و هم یک سو هسته های مردمی را که از اینم اینجا علیتان خیزش میشد یا یورش میشد، اینا را هم میتونین که مهار کنین، تیت و پرک کنین. چندین نوع فریب و چالا اینا روی دست گرفتن در رابطه با تغییر ذهنیت مردم، در رابطه با ترور شخصیتی و حیثیتی رهبرای سیاسی، و در رابطه با تجارت غیرقانونی و پنهانی دزدانه خودشان. ما امروز در برابر وحشتناکترین گروه تروریستی دروغگوی مردم فریب قرار داریم. آره ببینین یک بچه پودری را به نام سید عبدالمجید که از هرات از خودش، او را میارن سلی سیاه میزنن، میگن امارت اسلامی، یعنی بچه امریکایی را که اهل واشنگتن اهل کالیفرنیا بود، این را مسلمان ساخته.
تا حالا که تمام ویدیو پیشینه از اون میبره که او آدم از عراق است، این میگه من اصلا پدر ندارم، مادر ندارم، هیچ کس ندارم، گاهی فکر میکنم که مرا ماشین تولید کرده. اما در ویدیو دیگهش که معتاد است میگه دو خواهرکم در عراق است، برادرم در عراق است، پدرم مادرم در عراق است، همگی خانواده ما در عراق است، من میرم اینا که چشم از اونا روشن شود با دیدن ما. ببینید دروغه، ببینید فریبه. بانو نگبخته یک سنه سازی که در میکشن میگن یعنی 25 سال در قید برادرش بود، در حالی که ویدیو یک سال پیشش میبرایه کاملا پاک ستره منظم لباس حتی شاید محفل روی در جانش. همگیش دروغ، همگیش فریب. این موترها هم یا این موترها در جنوبی است این کاروان، یا موترها را از کابل از همی هر وزیر و وکیل که از خانه هایشان یک اکتا گرفته برده در سمتای جنوب کدام جای کندن جا گذاری کردن پس ویدیو گرفتن و نشر کردن، یا این موترها کلن در خارج است همین صحنه. هیچ اصلا این صحنه ساشیوهای بزرگوار از این که همین وسایط محلش دقیق در تصویر معلوم نیست، طالب وقتی جای را میگیره یک پل عادی را رنگ میکنن 20 تا یوتیوبر میبرن. اگر چنین قبرستان وسایط را میداشتن فروتن صاحب همین قضیه بارون یک وقت که شد همون صحنه را که اولین بار که در آمدن او را قطعا نشان ندادن، اما بعد از اینکه بانو را در شفاخانه انتقال دادن داخل اتاقش هر طالب آمده علایده کمره را گرفته با کفشای خود میزد هر آشغالا و یارا که سعی کرد بین آشغالا یک انسان اینا خواباندن. یعنی که از تمام جایی که اینا یک دستاورد کوچک داشته باشن عامر عوضی از او ساحه در این توی قضیه کلان باشه، والی ولایت برق، قماندان امنیه، رئیس استخبارات، هم مگی در ساحه میره میگه دوستای عزیز ببینین مردم عزیز ما موترهای استادتا محمد نور یا موترهای عباس ابراهیم زاده را ما از زیر زمین کشیدیم. این موترهای دو قطعا طالبی وجود نداره در ساحه، قطعا اینمه قدر ساحه تقریبا 40 متر یا 50 متر از این سرش لچ کردن از جریان پاککاری سر از این هیچ اصلا ویدیویی وجود نداره. این همگی ساختگی است، کورم میفهمه دلده شعور است. یعنی که یا میخواین مردم فریب بتن کلا بگذارن فکر میکنن که هنوزم عصر قرن 18 است، هر آنچه که بگویی که ما اکثریت هستیم 65% هستیم مردم قبول میکنه حال ما موگه پس فروتن صاحب. یک تعدادشان که شاید به قول خودش از دیگرایشان که در مسلمان تر باشد یا به نام وجدان یک چیزی را در وجود خود حس کنه او میگه میفهمه میگه همی خب یک گپ دروغ است. همی گپ همی را من وقتی که بگویم خب پیش خدا و پیش وجدانم محکوم میشم، او خاموشی اختیار میکنه. اما دیگرایش که اصلا به نام وجدان چیزی را نمیشناسه و اصلا به نام دین و روز جزا چیزی را اصلا در قلب خود باور نداره، او هر آنچه را که میگه صرف به خاطر بقای افغانوالی خود میگه. اما جالبی است که همو آش داغتر از کاسه اونو یوتیوبرای چکچکی است که دور از حاضرها در چیا میآیند در صفحات مجازی باز اونا بگونه رقص میکنن که گویا توی همشیرش باشه، یک رقم خوشحالی میکنن که اون موتر فلانی را از دستگیر کردن، اون به در خانه فلانی را نشان دادن. یعنی چی؟ ببینه ما ای را جدا مطمئن باشین که هر زمانی که علقه جبهه مقاومت، سران جبهه مقاومت شکل میگیره، یعنی که سران جبهه مقاومت یک تفاهمی را که ایجاد میکنن، یک بار میبینی که دستگاه تبلیغاتی طالبانی از قبل که فعالتر میشه، تمام تیک تاکرهایشان، یوتیوبرهایشان، فیسبوک چلونکیهایشان یک بار دیگه گوشتوی میتر در واتساپ گروپ هایشان صدا میکنن که الان شروع کنین کارهایتانه، الان شروع کنین اینمی رهبرا را تا میتونین در نظر مردم دزد معرفی کنین، بد معرفی کنین، تا
تا که از نظرها بفته و مردم طرف از اینا دیگه نره. حالا ببینین یک کسی از اینا در سوشال میدیا در چی پارلمان از تریبیون پارلمان صدا میکنه میگه آل زمان ای رسیده که آنچه را که ما برای اقوام دیگه داده بودیم باید یک و یکش را پس میگیریم. تو که داده بودی پس میگیری، تو کی هستی؟ اصلا برای تو کی داده؟ اونمو خارجی که برای تو داده، برای ای آدم هم داده و ای آدم رسما حضور داشته، فعالیت کرده، کار کرده، یا در پارلمان یا در یک بخش وزارتخانه یا در جای دیگه، و هر کدامش جوانایشانه برای دفاع ناموس شما در جنوب از دست داده، شهید داده، در بدل خونبهای عزیزانشان اینا مارشالی گرفتن، اینا مقام گرفتن، وزارت گرفتن، ریاست گرفتن. این نبوده که شما کدام اصلا چی زمان که بیاین آتم بخشی کنین از جیب خودتان، شما خودتان دزدای سر گردنه، شمایی که بارها هندوستان چور کردین، شمایی که بارها دولت‌ها را سقوط داده در درون کشور اجناس و تجهیزاتش را بالای پاکستانی ها فروختین، در هر یک دهه و دو دهه که گشنه ماندین چور مناطق مردمی را، ملکی را، دولتی را راه اندازی کردین، باز کندوهای خانه تان آرد پر کردین، جیبای تان پیسه پر کردین و گفتین که اینال دیگه یک چند وقت آرام شدیم. شما خودتان دزدای تاریخ، شما کی هستین که برای دیگرها آتم بخشی کنین و بگوین که آنچه را که ما داده بودیم پس میگیریم؟ یعنی چی؟ و گپ دیگه ای که امروز میبینیم که اینا میگن که ما مثلا خانه های از اینا را گرفتیم، جای جایدادشان را گرفتیم، پوزیشن های دولتی و موقف هایشان هم میشان را گرفتیم، تنها چی از اینا مانده؟ قهرمان های از اینا مانده، مثل از احمد شاه مسعود شهید شروع تا بچهش تا دیگرا. بیاین اینمی ها را بعد گفته میریم، ترور شخصیتی کرده میریم تا ای که از نظرهای مردم بفتن، در حالی که اینا پور خواندن مردم ما. من باز هم میگم به خدا، شخصا خودم اینمی از امی ملا هیبت الله شروع تا امی خردترین طالبه که هر کدامش به قول خودش امی یک معجزه هم اتو اگر گناهکار نشم از خود نشان بده. در خاک پای اصلا استاد مارشال یا استاد محقق نمیتون قطعا به شکل ما همگی مردم ما، چون اینا کسایی هستن که از بطن جامعه ما بلند شدن، اینا کسایی هستن که با ما سر سازگاری دارن، نیمی از پیکر ما هستن. من چهار تا دزد پایلوچ قنداری رو دوستا نذارم که لایف ما خراب شه، ریپورت میزنن دوستا. من چهار تا دزد پایلوچ قنداری ولمندی را چه میشناسم که یک تیاره خطکش در بالای سرش که آمد ملک لونگی سیاه میگره، ای تو میگریزن برات که پشت خدا سایل نمیکنن. او برای ما بقا میکنه، او برای ما دلسوز است. او که امروز سرک مرا قیر میکنه، من گفتم که معادن مرا برای چنایی ها تسلیم میکنه، سر چنایی ها سرک ها را قیر میکنه، میگه برین هم از اینی طریق رضایت مردم را به دست میارین، مشروعیت داخلی میگیرین و هم این طرف خانه های حریف هایتان را از تاهایش را منهدم میکنین. اینا همگی تروریست هستن، اینا همگی مردم های دروغگوی فریبکار هستن. او کسایی که فریب طالب را میخوره اصلا منطق نداره، اصلا عقل شعور نداره، به خاطر که هر طالبی که میگه من مسلمان هستم، اگر اونمو را همینقدر از پیشش پرسان کنی که اینمی دمی وجود چند سنت قابل اصلاح است، اینمی را ملا هیبت الله جواب دادن نمیتونه که چند سنت قابل اصلاح در وجودت است. از امسر خودش اگر شروع کنی، ببین یک لحظه فروتن سب میمانه بحث استاد. استاد یک مردی که به خدا خدا گردن من نگیره شاید بالاتر از 500 بار به همراهش نماز خوانده باشم، چی در تراویح ها، چی در روزای جمعه، چی در هر جایی که بودیم در جماعت ها،
یعنی استاد یک لحظه به طهارت نمیگرده، یک لحظه. استاد کسی است که ما از مسجد میبرامدیم، نیم ساعت بعد از ما از مسجد میبرامد و در تمام ختم نمازش این آدم وظیفه و امو چی خودم میکرد. یعنی آدمی که در عیاری، کاکگی، رفاقت، در قول، لبس، در همه چیزش اصلا بدیل نداره، مثل ملا برادر وری، مثل ملا فاضل وری، مثل ده ها طالب پایلوچ بسر و بیال و دنبه میگیره، تنها به نام از این که اصلا شیوه عیاری خراسانی ما ایجاب نمیکنه که ما اسیر خود از بین ببریم، پس اونمو را اعلام میکنه و امروز اونمو میایه بلای جانشان میشه. اینا مردم های اصلا کورنمک هستن که صد بار نمک بتش باز از روی دو طرف شد سنگ گرفته وار میکنه از پشت سر در سرت میزنه. اینا با استاد، استاد کجا، اینا کجا؟ باز اینا فکر میکنن که با این نمایش دادن تعمیر خانه استاد، با نمایش دادن تعمیر خانه مارشال دوستم یا از استاد محقق، میره از اینا در دل ما کم میشه، یا خدای نخواسته میره ما در برابر از اینا کدام چی پیدا میکنیم؟ یعنی یک تعداد انسانایی که فطرت کوچیگری دارن، اونا فکر میکنن که همه کوچی هستن. او برادر یک تا سلیقه خوب داره، پول را بیرون دوزی کرده فرار نمیته، اما یک امکاناتی که در اختیارش است برای خود در وطنش یک خانه میسازه. کل انسانایی حق داره. این اگر استاد به شکل شرکت امی گاز فروتن صاحب، امی کمپانی شرکت گاز گروه، شرکت سرکسازی، همگی امینا استاد مربوط خودش بود، شخصی بود. استادی نبود که تنها بگویی که مقام ولایت بود و از مقام ولایت و یه چیها را بدست. اونا کارهای تجاری داشتن، ده ها رقم گفته مردم صادرات و واردات داشتن. اما هر کدام از اینا میاد دنگجی میکنه در آدرس کلانای ما و شما، کلانای ما و شما را ترور شخصیتی میکنه، عقب که حرمت میکنه و فکر میکنه که ما و شما خاموش میمانیم. ما و شما کسایی هستیم که در لایفی که از ابتدا تا باله پس از سقوط جمهوریت تا هنوز یک رنگ استقامت و موضع یک گفته مردم یک روخه داشته، لایف ما بوده. هیچگاه ما اهل کنار آمدن و مامله‌گری نبودیم و هیچگاهی اصلا ذهنیت و دیدگاه ما نسبت به جبهه مقاومت، نسبت به مجاهدین دیروز، نسبت به خصوصا عامر صاحب شهید و اهل بیتش هیچ گاهی نه کم میشه نه کم بباور میشیم. هر روز که میگذره اخلاص و ارادت ما ده برابر زیاد میشه. و روزهای بسته شخصا خودم در میمانخانه استاد در ولایت بعد از ختم رسمیات بوده، بعد از ساعتهای دو بجه سه بجه و یکپا، یعنی در استاد دروی فرش پایین کوچا چارزانو شیشت خودش دور و دورش انجینیرهای شهرداری، رئیس ساختمان و انجینیرها، نقشه شهر مزار پیش شهموار، فقط این استاد مکمل همی کوچه در کوچه یعنی همی نقشه را مرور میکنه و طرح میته بر از اینا که این سرک از اینجا در اینجا برای بهتر میشه از این سبوره. یعنی تمام اینمی چاره ها را، تمام اینمی جاده ها را هم میشه و از طرف شهر خودش با تغییر قیافه و یک چی در داخل شهر میبرامد تا ساعت دو بجه شب، از این ساعت بعد از نان ساعت ده یازده تا دو بجه شب نمیادم در شهر مزار میگشت، تمام ساحه را میدید و فرداش مثلا در جلسه اداری ولایت میشد، یک بار رئیس تنظیف میگفت که اینی بخشای شهر مثال ما پاک کردیم، در جمع گزارش کاری خود میگفت. یک بار استاد صدا میگفت، میگفت بس، من خودم اینمی شب رفته و ساحه را چک کردم، در اینی ساحه، اینی ساحه، اینی ساحه مطلق کثافات برو بود. یعنی این جای از دید استاد، از زیر ذره‌بین استاد دور نبود. در شهر مزار قدر زحمتی که او آدم کشیده خدا شاهدش هست و ما که در اونجا در اون شهر بودیم
و خصوصا در اطراف استاد بودیم میدیدیم که استاد چقدر خون دل میخورد. باز غیر از این مسئله در مورد چیش امنیتش دوشا دوش اینمی نیروها ای آدم می جنگید می رفت دینمی ساحات یک کسی بود به نام مولوی عبدالباری در یک منطقه را تنج میگن بسیار یک جای یک دره بسیار خطرناک و چی است. در اونمو ساحه خود استاد پای پیاده عملیات کرد در همه جای استاد در تمام موارد بلخ به عنوان یک مسئول خیلی با احساس و با مسئولیت برخورد کرده. او بخشا خوصوبان ای که ده ها صد ها بلخی پیشش میرفت یکی می آید که والی صاحب بچگه که معروسی میکنم پیسه هم محفل ندارم. استاد طرفش میبینه میگه در هتل عروسی میکنین در خانه این همی آدم میگه ولی والی صاحب والی خوب میفهمین که همین هتل موت شده همین فامیل خسر همین بچه من هتل خوش میکنم آجل قاری را ادایت میده قاری صاحب قدرت ها برو که از ظلمه یا رزو گفت بزن بگی محفل عزیزه در جمع من. روز ده ها نفر محفل عروسی شا مسجد جور کردن پل و پلچک این قدر گفتم کسایی بود که شریکای کاری استاد که وقتی میششتیم دو به دو در ولایت میگفت خدا و راستی ما دینمی فابریکی سرکسازی استاد جان ما میبرای ما کار میکنیم پول جمعواری میکنیم اینمی استاد اینمی پول میگیره همه روز تا بگو فقط برای مردم بلک بخشی میکنه در ولایت همی هر کس میایه از پیش استاد در بندلای پیسه را میگیره میخیزه میره. یعنی اینقدر یک آدم مهربان در مردم بلخ در ولایت بلخ در تمام عرصه یک آدم سر و پا عیار کاکر. حتی میگن از عمر صاحب مسعود شهید یک کسی پیش رفته بود گفته بود عمر صاحب من بسیار زندگی وضعیتم خراب است یک چیزی برای من کمک کن. میگه عمر صاحب برش گفته بود که امی هر وقت جوه جور میکدی پیش ما بیا هر قدر سلام و ایماد میگفتی ببرد میتونی امی پیسه من ندارم. در جمعیت اسلامی یک کسی در مزار شریف استاد عطا میگن او نور هم وقت استاد تخلص نمیگن یک کسی در بنام استاد عطا میگن در مزار کاکی جمعیت اونموز پیش اونمو برو پیسه هرچی که بگوی برد میتر. یعنی استاد در این عرصه ها همیشه سرآمد روزگار بوده هیچگاه مردم مزار شریف محبت های استاد فراموش نمیکنه. این چهار تا طالب اشپیشی فکر میکنه که با این تبلیغ های خصمانه خبیثانه شان گویا در دل مردم کدام بیمهری را پیدا میکنن نسبت به استاد یا به دوستم. به خدا صدای استاد و دوستم از همه هر موقعیت برای تو ببین که مردم گل گرفته در سر رای استاد میرن حتی در دم رایش گفته مردم گوسفند و شتر ذبح میکنن. یا بیبی نیست استاد از بطن جامعه بلند شده مردم ما دوستش داره قلبا همگی و رهبرای ما را همگی رهبرای ما را تنها اینا را نه سلامین خانه قمانده صاحب امانلای گذره هر کدامشانه ما احترام داریم ما دوست داریم. اونا هیچ گاهی نمیشه که با یک تبلیغ لقلق چهار تا سگ ما خدای نخواسته دیسی از اونا بمیست. یک موضوع دیگر هم من فروتن صاحب یادوار میشون خوشبختانه ما امروز شاهد یک بجانه ما افتیدن خود اصلا سران طالب هستیم. به گونی است که امروز اونمو مزدورایی که در خدمت از اینا بود از اقوام دیگه مثل تاجیک و چیکم سه نفر بودن زیاد هم نه مخدوم عالم بود و دیگهش سلطان صلاح الدین است چی است صلاح الدین ایوبی بود و قاری فصیح الدین. امروز معاون قاری فصیح الدین هم دستگیر کردن در حدود بالاتر از 200 نفر شده بدخشان خل سلا کردن و جنگ طالب قنداری و تاجیک رسمن در طرف ها یا امشب در گرفته یا فردا در میگیره. خانه فصیح الدین هم محاصره کردن در کابل و از خانهش برآمدن هم نمیمانه. مخدوم عالم و چین هم ایوب سلطان صلاح الدین ایوبی است چیست او را هم از رفتن به شمال منع کردن. یعنی که امروز و مولوی کبیر هم برطرف کردن امروز
از سمتش که او آدم مربوط به عیسی هم بود و یک درز کلان جنگ کلان درون طالبی انشالله که بزودی دراست و تغییراتی که از طرف دنیا روی از اینا ریخته شده بزودی شکل میگیره و ما قسمی که بار بار گفتیم دمی نزدیکی ها گفتیم که ماه عسل طالبا دیگر رو به اختتام است. اما گفته سلطانی صاحب او چی خو میره؟ طالب خو میره. باز با طالب پرستا، باز با طالب دوستا و حواریون و طالبا ما انشاءالله خواهد یک سلام علیک کردیم. حتما. شب یک شنبه بود نه؟ بله فردا شنبه است. بله اگر ما و شما کوهستانی بزرگوار از دست نمیدادیم امشب صدای شیرینش در صنف آموزشی نخبگان سیاسی یا همو از اون کار داشتیم استاشتبا به قول خود کوهستانی صاحب زنده یاد صنف دانشترهای نخبگان تاجیک ما حتما صدای شیرین کوهستانی صاحب هم میشنیدیم و افتخار حضور یک استاد هم میداشتیم حتما در صنف ما. اما من جدا خواهش میکنم از تمام استادای بزرگوار ما که اگر کس دیگی را از جمع و جماعت خود ما که در چی باشن در لندن فکر کنم بودن کوهستانی صاحب نه هلند بودن خب اگر کس دیگی را در نظر بگیرن که همو بخش زومکال فعال کنن و صنف فعال کنن استادا همی امت بکنن در حق ما همی لطف بکنن صنف دوباره فعال شود خیلی خیلی جای خوشی خواهد بود و ما برای خانواده گرامی کوهستانی صاحب از تای دل تسلیت عرض میکنم جای کوهستانی گرامی را بهشت برین و باغچه های جنت میخواهیم برای همگی وابستگانش صبر جمیل آرزو دارم اما فقدان حضور کوهستانی را ضایع جبران ناپذیری میدانم که پر کردنش خیلی مشکل است چون با او محبت و صمیمیت و قلب مهربان و روح پرعاطفی که کوهستانی زنده یاد حضور داشت و وجود داشت فکر نکنم که تعداد کمی سراغ باشد یعنی که ما بسیار یک دوست ارجمند و ارزشمند ما را از دست دادیم خدا شاهد است که قلبا گریه کردیم خیلی خداوند مغفرتشان کنه برای همگی ما و شما بود.